پریسا دانشور نوازنده مدرس موسیقی کودکان و از فعالین فرهنگی ساکن جنوب کالیفرنیا با ابتکاری تازه و با همراهی هنرجویان خود سرود ای ایران را در چارچوب یک کلیپ تصویری منتشر کرده که با استقبال زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. جزئیات بیشتر در گزارش بهنود مکری. ای ایران سروده حسین گل گلاب است و با آهنگسازی روح الله خالقی در دهه 20 خورشیدی ساخته شد. این اثر را در گذشته هنرمندان صاحب نامی چون غلام حسین بنان، اسفندیار قره‌باغی یا حسین سرشار خواندند. من بالاخره ایرانی ام، در اون مملکت به دنیا اومدم و پر از خاطرات خوب، پر از درختای اون سرزمین، کوههای اون سرزمین، شهرهای اون سرزمین، مردمان اون سرزمین، پر از خاطرات خوبم. در نتیجه این فقط یه ادای دین شخصی بود برای این کار. پریسا دانشور برای اجرای این اثر وقت و انرژی زیادی صرف کرد و برای هنرجویانش دوره‌های آموزش مختلفی ترتیب داد تا آنها را با تاریخ، جغرافیا و فرهنگ و هنر ایران آشنا کند. به قول حضرت مولانا، چون با کودک سر و کار است فداد، هم زبان کودکان باید گشاد. من سعی کردم این کار رو بکنم، چون این بچه ها خیلی هاشون فارسی حتی بلد نیستن صحبت کنن و اکثرا بچه هایی هن که دومین سومین نسل حتی هستن که در آمریکا به دنیا آمدن. و خب خیلی بر من مهم بود که در عین اینکه یک کار حرفه‌ای داره انجام میشه، المان‌های آموزشی هم این اتفاق بیفته در بچه ها. ای ایران از محبوبیت زیادی در میان ایرانیان با هر عقیده و مرام و مسلکی برخوردار است. اثری شورانگیز و تاثیرگذار که بسیاری آن را سرود ملی غیر رسمی ایران می دانند. این کار یک کار بی نهایت زیبا و بی نهایت ماندگاره و شاید دلیل ماندگاریش هم همین بوده که خارج از همه دعواهای سیاسی و اجتماعی و زبانی و جنسیتی، فقط به اون جغرافیای زیبا و به اون جغرافیایی که همه ما بهش تعلق خاطر داریم پرداخته. پریسا دانشور امیدوار است با تولید چنین پروژه‌های هنری و آموزشی، کودکان و نوجوانان ایرانی تبار با سرزمین مادری و پدری خود آشنا شوند و به ریشه ها و فرهنگ کهن خود افتخار کنند. بهنود مکری، صدای آمریکا.